او اهل نهاوند، یکی از شهرهای اطراف همدان بود و سرباز گارد جاویدان ساسانی. در جنگ با تازیان اسیر گرفته شده بود. دختری داشت به نام مروارید که به او عشق می‌ورزید. او دوران اسارت خود را در حجاز می‌گذراند. او مدتی برده مغیرت ابن شعبه بود. مغیره به خاطر اینکه پیروز دستان قدرتمند و آهنگری و نجاری بلد بود، از او به شدت کار می‌کشید و جیره و غذای ناچیزی به او می‌داد. پیروز می‌توانست با قبول مسلمان شدن کمی از این سختی بکاهد، اما پیروز به ظاهر هم مسلمان نشد و زرتشتی باقی ماند. پیروز در دوران اسارت ابو لؤلؤ نام گرفته بود، یعنی پدر مروارید. پیروز به خاطر اینکه جیره ناچیزی از مغیره دریافت می‌کرد، به عمر خلیفه مسلمانان شکایت کرد و از آن پس به بردگی عمر درآمد. پیروز به خاطر تجاوز اعراب به ناموس ایرانی از دست عمر بسیار عصبی بود و نقشه قتل عمر را کشید. تا زمانی که عمر اعتماد بسیاری به پیروز کرده بود و اجازه میداد پیروز در کنار عمر باشد، در تاریخ طبری آمده است که روزی عمر از ابو لؤلؤ پرسید: میگویند تو بسیار با استعداد هستی، میتوانی برایم آسیابی بسازی؟ پیروز لحظه ای فکر کرد و گفت: چنان آسیابی برایت بسازم که آوازش در غرب و شرق تنین انداز شد. برخی میگویند که پیروز همراه با آسیاب خنجر دوسعی را آماده کرد و هنگامی که عمر آمده بود آسیاب را ببیند، عمر و چند تن از یارانش را کشت و زخمی کرد و گروهی دیگر معتقدند که پیروز عمر را در مسجد کشت و به ایران فرار کرد. پس از فرار پیروز، پسر عمر، دختر پیروز مروارید که 6 ساله بود و به همراه همسر پیروز و چند تن از ایرانیان را در میدان شهر گردن زد. پیروز توانست تا کاشان خود را برساند. 11 سال به صورت پنهانی در آنجا زندگی کرد. عده‌ای معتقدند که بالاخره مکان پیروز لو رفت و وقتی خود را در محاصره اعراب دید خودکشی کرد و پس از مرگش ایرانیان مقبره‌ای برای ساختند که الان هم بر جا مانده و به مقبره بابا شجاع‌الدین معروف است.